به نام خداوند بخشنده با و مهربان با با تقدیم سلام به دیگر از بیده های چینل جنرال پلاس خوش آمدید مسلم شیرزاد در صفحه رسمی فیسبوک از چونین نگاشته است علا گل مجاید اگر رهبرم حکمتیار امر کند هوادار و ندیب را در تالار نمی مانند. این در حال از کبد الرحیم ایوبی و لالای امیدزای و کلای پیشین پارلمان امروز بر رسم اعتراض در پیش در دروازه تالار لوی جرگر نشستند این دو نماینده پیشین مجلس از حکومت خواستار اجازه برگزاری مراسم سالیاد دکتر دا نتیبالا در تالال لوی جرگه هستند. اشفغنی نظام صحی نیاز به تغییرات اساسی دارد. رئی جمهور می نظام صحی کشور نیاز به تغییر بنیادی دارد و به گفته او اگر قرار باشد تغییرات در نظام صحی ایجاد شود، شفاخانه ها به تصدیه ها و شرکت های دولتی مبدل خواهد شد. آقای غنی این سخنان را در دیدار با اعضای کمیسیون صحت تربیت بدنی و جوانان مجلس نمایندگان مطرح کرده است. طبق اعلام ارگ ریاست جمهوری این دیدار شامگاه سه هشت میزان انجام شده است. به نقل از اعلامیه رئی جمهور گفته است که نظام سیهی ما به تغییر بنیادی نیاز دارد. بالای پروگرام صحتمندی تجدید نظر اساسی صورت میگیرد و تعریف خدمات ما باید واضح باشد. آقای غنی تصریح کرده که اگر میخواهیم شفاخانه ها اصلاح شود باید آنان را به تصدی ها و شرکت های دولتی مبدل سازیم در اعلام ارگ ریاست جمهوری آمده است که برای مقابله با موج دوم ویروس کرونا و آلودگی های زیستی محیطی آمادگی گرفته شده است بر اساس اعلامی ارگ ریاست جمهوری رئی جمهور به اعضای کمیسیون صحت تربیت بدنی و جوانان و مجلس نمایندگان وعده داده است که برای هر ولایت یک جمع نیازم سی ساخته شود و هر ولسوالی یک پارک داشته باشد فرمانده پلیس ولسوالی کوهستان بدخشان کشته شد در پی حملات طالبان در ولسوالی کوهستان بدخشان فرمانده پلیس این ولسوالی با دو نیروی پلیس محلی کشته شدند سناولا روحانی سخنگوی پلیس بدخشان اعلام کرد که طالبان دیروز و سه شنبه هشت میزان علیه نیروهای دولتی در ولسوالی کوهستان حمله کردند و این حمله بامداد امروز مهار شده است با گفته ای او در این حمله عبدالظاهر فرماندی پلیس ولسوالی کوهستان با دو نیروی پلیس محلی کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند سخنگوی پلیس بدخشان علاوه کرد که در این درگیری چهار جنگجوی طالب کشته و پنج نفر دیگرشان زخمی شدند حملات طالبان در حال ادامه دارد که مذاکرات صلح در قطر جریان دارد در همین حال مقام های حکومتی افغانستان میگوید تداوم حملات طالبان بر روند صلح آسیب میرساند اصابت راکت به خانه مسکونی در لغمان شش کشته و زخمی بر جای گذاشت در پی اصابت کلوله راکت به خانه مسکونی در مربوطات ولسوالی علیار لغمان سه, سه،, غیر نظامی کشته و سه نفر دیگرشان زخمی شدند اسدالله دولت زای سخنگوی والی لغمان اعلام کرد که این رویداد شب گذشته سه شنبه هشت میزان در منطقه قللق ولسوالی این ولایت رخ داده است به گفته او در میان قربانیان یک زن و دو کودک شاملند سخنگوی ولی لغمان می که مرمی هاوان از سوی طالبان شلیک شده بود طالبان تا اکنون در این باره چیز نگفتند پیش از این هم اصابت راکت به خانه های مسکونی حین درگیری از اعضای غیرنظامیان قربانی گرفته است همچنین ماین ما های کنار جاده ای که از سوی طالبان کارگزاری می شود هم تلفات سنگین به غیرنظامیان وارد می‌کند. دیروز انفجار بم کنار جادهای در کرجان دایکندی جان 14 غیر انتظامی را گرفت واسه این نفر دیگر را زخمی کرد قربانیان شامل زنان و کودکان هستند. امران خان با عبدالله تداوم جنگ بدترین سناریو برای مردم افغانستان است. امران خان نخست وزیر پاکستان در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان گفته است که سل افغانستان به نفع پاکستان است رئیس شورای مصالحه ملی اصر امروز سیشن به هشتی میزان و در دومین سفرش به پاکستان با نخست وزیران آن کشور دیدار کرد امران خان در این دیدار گفته است با تامین صلح در افغانستان پاکستان بیشترین سود را خواهد برد او تاکید کرده که تامین امنیت و برقراری سل در افغانستان مفاد اقتصادی زیادی به پاکستان دارد و بدترین سناریو برای مردم افغانستان تداوم جنگ است نخست پاکستان همچنین از سفرش به افغانستان خبر داده و گفته این سفر به زودی انجام خواهد شد در این دیدار علاوه بر موضوع صلح روابط دو کشور کمک های پاکستان به افغانستان و روابط تجارتی میان دو کشور نیز به بحث گرفته شده است عبدالله عبدالله در این دیدارش از تلاش پاکستان برای روند صلح و تسهیل گفتگوهای دو قدردانی کرده و ابراز امیدواری کرده که دو کشور بتواند در راستای همکاری های منطقه و روابط تجارتی همکاری کنند آقای عبدالله روز دوشنبه هفت میسان در رس یک آیت به دعوت نخست وزیر پاکستان به اسلام سفر کرد او در این دیدار با وزیر خارجه پاکستان رئیس مجلس سنا و اکنون نخست وزیران کشور دیدار و گفتگو کرده است پاکستان از کدام صلح حمایت می کند؟ علی موسوی خبرگزاری افاق شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در سخنان خود در اینستیتوت مطالعات استراتژیک اسلام آباد پیش از صحبت های آقای عبدالله خطاب به او گفت اگر بتوانم از عنوان کتاب ایوب خان رئیس جمهور سابق پاکستان استفاده کنم جناب دکتر عبدالله ما می خواهیم با افغانستان دوست باشیم نه این تغییر اساسی است این تشخیص و شناخت جدی است اگر بخواهیم زندگی و آینده مشترک و سلام داشته باشیم آقای قریشی در عین حال هشدار داد که همیشه اخلالگران وجود داشته و خواهند داشت ما باید مراقب با آنها باشیم عبدالله نیز گفت که افغانستان چشم بر راه گامهای علمی مشترک با پاکستان در راستای سال است او گفت که این دو کشور با تهدیدهای مشترک از جمله افرادگرایی تروریزم و حراس افغانی روبرو هستند رئیس شورای مصالح ملی گفت حالا زمان آن رسیده که از شهرها و اعلامه های کنه و تکراری و تیروی های که ما را عقب نگاشته است عبور کرده و فصل تازه ای را رقم بزنیم ادبیات رسمی دولت مردانان اسلام آباد در دیدار با آقای عبدالله آشکارا مثبت سلامید و امید بخش است آنها رسما اعلام می که می دوست باشند نرباب موضوعی که حتی از دید رئیس دادگاه دیپلماسی پاکستان هم جدی محسوب می شود و می تواند مبنای زندگی و آینده مشترک و آمیز برای دو کشور قرار بگیرد با این حال همان گونه که عبدالله هم گفته است زمان و شهرها و اعلامیه های کنه و تکراری به تیریوه های گذشته و دو طرف باید خود را آماده یک تعامل عملی جدی بر بنیاد درک درست از واقعیت های جاری تجربه زیستن منافع و تهدید های مشترک کنند. در دیدارهای های تجانبه نشست های مشترک سخنگانی های رسمی و صاحبه های رسانه ای کمتر اثر از خصومت است. بنابراین نفس ابراز این موضوع مشکلات را حل نمی کند. آن چی متضمن تغییر و واقعی و صادقانه نگاه و رفتار پاکستان در قبول خواهد بود. رفتار علمی و سیاستی کاربردی اسلام آباد است مهمتر از این که آن چنین تغییر را به صورت پایدار تضمین خواهد کرد همراهی و همکاری سازنده ارتش و سازمان جاسوسی آیس آی می باشد در پاکستان حکومت های غیر نظامی قدرت و مشروعیت خود را از میزان رضایت فرماندهان ارتش و نو ارتباط که با آیس آی برقرار می کنند می گیرند نه از آرای مردم و نهادهای دموکراتیک دیگر سپاس که با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید